نبود بانوان و فعالان مدنی در سومین دور نشست دوحه با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. دوحه امروز میزبان دومین روز دور سوم گفتگوها درباره افغانستان بدون حضور بانوان و فعالان مدنی است. روزماری دیکالو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی، نخستین روز نشست سوم دوحه را نتیجه بخش دانسته است. خانم دیکالو در صفحه کاربری یکسش گفته است، این اولین بار است که جامعه بین الملل و امارت اسلامی پس از حاکمیت این نظام در افغانستان با هم دیدار می کند. من آغاز نشست سوم دوحه را نتیجه بخش می دانم. این اولین بار است که بخش متقاطع جامعه بین المللی و امارت اسلامی با یکدیگر ملاقات می کنند. ما منتظر تعامل اصولی برای کمک به مردم افغانستان در بسیاری از زمینه ها هستیم. همزمان با آغاز نشست سوم دوحه درباره افغانستان، شماری از زنان معترض کشور در سراسر جهان در مورد برگزاری این نشست اعتراض های گسترده ای را برا انداختند و برخی از آنان دعوت ملل متحد برای اشتراک در حاشیه این نشست را رد کردند. د دوه نست او پاغی که د خزو گدون که چه هم یعنی د افغانانو دغه تجربه درلودلی ده چه د مدنی ټولنو د احزابو په نوم د افغانستان معاشری ته غیر د نفاق او غیر د تفرقه غیر د شخصی ګټو پاللو نه داسې ملی ارزښتونو لپاره کار او یا ملی ګټې افغانستان معاشری ته نه دی ورکړي. خو د دوی بحث مدام یعنی دموکراسیزم که مطرح وي. از سوی دیگر دولت کانادا از اشتراک نکردن بانوان و فعالان مدنی در این نشست ابراز ناامیدی کرده و گفته است. هیچ یکی از اهدافی که افغانها به دنبال دستیابی با آن هستند بدون مشارکت کامل زنان امکان پذیر نیست. متاسفانه که اشتراک زنان در روز سوم هیچ نوع ارزش نداره، هیچ نوع اعتبار نداره و متاسفانه از این جایگاه برخوردار نیست. بنابراین بزرگترین جفا و مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان و گفتنی است نشست سوم دوحه با اشتراک نمایندگان 25 کشور و سازمان های بین المللی در دو روز در قطر برگزار شده